خیلی خیلی خوش اومدین به جلسه شماره یک کلاسای نکته و تست، کلاسایی که به شما خیلی کمک میکنه برای اینکه بخواین توی آزمونای ورودی مدارس برتر و آزمون سمپات موفق باشین و به امید خدا بهترین نتیجه ممکن رو بتونید بگیرید و همه ما رو توی کلاسینا خوشحال کنید. یه توضیح قبل از اینکه کلاسمون بخواد شروع بشه و بریم سراغ درس که خیلی کار داریم، خیلی خیلی کار داریم. سلام سلام سلام، شبتون بخیر بچه ها، نماز روزه هاتون هم قبول. اینجا الان همین یک دقیقه پیش از اون رو گفتم، امیدوارم که ما هم دعا کنید سر سفره های افطارتون و پر انرژی اینجا باشین و بریم واسه یه کلاس خیلی توپ. یه توضیحی بدم بهتون، واسه کلاس های نکته و تست یه تخفیف خیلی فوق‌العاده ای کلاس اینو گذاشته که اگر همه دروس رو ثبت نام بکنید 25% تخفیف داره در حال حاضر و به صورت تک درس هم 15% تخفیف داره. خب به طور مثال همین درسی که الان ما میخواییم با هم دیگه بخونیم حدود 50% سوالات علوم رو شامل میشه و همین هم توی آزمون سمپات هم توی آزمونای نمونه دولتی، یعنی تقریبا نصف آزمون شیمی و زمین شناسی. یه موقعیت خیلی خوبی، یعنی با توجه به قیمتهایی که گذاشته شده فرصت بسیار خوبی هستش واسه شما و دوستانتون که توی این دوره شرکت بکنید و با همدیگه واسه آزمون بریم و بهتره کنیم. آره علیرضا میتونی پیام بدی؟ بله بله. خب بریم واسه حل سوالای آزمون ببینیم که چه کردین آزمون رو. کویز جلسه یک. خب بریم سوالا رو حل بکنیم ببینیم چی به چیه. سوال شماره یک، پارسا پاکون کجاست؟ خب سوال شماره یک، الان ما هم دیگه حل میکنیم ببینیم. سوال شماره یک، به نظرتون کدوم گزینه گزینه درستی بود؟ گزینه که به نظرتون درسته رو توی چت باکس بنویسید ببینم. یک یک یک. او مرسی بنیامین، مرسی محمد سینا. آها خب میگه که در صورتی که نسبت عدد جرمی به عدد اتمی عنصری بزرگتر یا مساوی جای با خالی باشد آن عنصر خاصیت پرتوزایی دارد. خیلی توی ذهنمون میاد بزنیم یک و نیم، چون انگار در مورد یه چیزی صحبت کرده بودیم که میگفت اگه نسبت بزرگتر مساوی یک و نیم باشه عنصر خاصیت پرتوزایی داره. خب حالا بریم ببینیم اون نسبت چی بود؟ نسبت عدد اتمی و عدد جرمی به عدد اتمی بودش؟ نه، نسبت تعداد نوترون ها به تعداد پروتون ها بود. اوکی. آها الان حله؟ خب ما میدونستیم نسبت تعداد نوترون ها به پروتون ها اگر بزرگتر مساوی 1.5 بود خاصیت پرتوزایی داشت، ولی سوال از من نسبت عدد جرمی به عدد اتمی رو میخواد، یعنی نسبت A به Z رو میخواد. خب نه نسبت نوترون ها به پروتون ها. چطوری حلش بکنم؟ میگم که اگر یک همچین نسبتی برقرار باشه من نتیجه میگیرم که تعداد نوترون های من میتونه مساوی یا بزرگتر بزرگتر مساوی 1.5 برابر تعداد پروتون های من باشه. خب در نتیجه عدد جرمی من که هست تعداد نوترون ها به جای تعداد نوترون ها علاوه تعداد پروتون ها میتونم به جای نوترون بذارم 1.5 برابر پروتون. 1.5 برابر پروتون. خب
پس اینطوری عدد جرمی من میشه 2.5 برابر پروتون ها. پس نسبت خواسته شده یعنی عدد جرمی به عدد اتمی میشه 2.5 برابر پروتون ها به روی تعداد پروتون ها که میشه 2.5. گزینه سه. ها ها ها. بله بله گزینه سه میشه. سوال قشنگی بود. خب یه سوال حل بکنیم از آزمونای این. سوال خود سمپاده. بریم ببینیم چطوری میخوایم حلش بکنیم. میگه که یه سری فکت داده من، گفته عبارتهای زیر رو که توصیف کننده برخی مشاهدات شیمیایی هستن رو بخونید. یه سری چیز گفته. خب فرضاً من اینا خوندم، با توجه به عبارتهای بالا تمایل نافلزها به واکنش دادن در کدام گزینه به درستی مطرح شده است؟ یه سری جمله داده. حالا یه دقیقه بریم من یه گزینه ها رو بخونم، فارغ از این که این جمله ها چی داره میگه. آها، داره نسبت های واکنش پذیریشون رو بیان میکنه. من همین الان یه دقیقه بیام اینا رو نگاه بکنم، واکنش پذیری ها رو. بر اساس اطلاعاتی که من دارم میدونم واکنش پذیری اکسیژن از واکنش پذیری نیتروژن بیشتره. کلی ترکیبات متنوعی من از اکسیژن دارم در داخل طبیعت که از نیتروژن ندارم، و این یه چیزیه که جزء اطلاعات عمومی ما هستش. پس اجازه بدید من گزینه یک رو نپذیرم که میگه نیتروژن از اکسیژن بیشتر. اجازه بدید گزینه چهار رو هم نپذیرم که میگه نیتروژن از اکسیژن بیشتر. نیک بنگریم گزینه سه رو هم نباید قبول بکنیم، به خاطر اینکه کلور به عنوان یکی از عناصر گروه شماره 17 یا 7 اصلی واکنش پذیری خیلی بالایی داره و قطعا واکنش پذیریش از نیتروژن بیشتره، واکنش پذیریش زیاده. پس نباید گزینه سه رو هم قبول کنم. اما خب الان میگیریم که آقا من نمیدونم، حالا بریم ببینیم چی میشه. سلام علی. میگه اگه فلز مس رو در هوا حرارت دهیم بعد وارد یه ظرف حاوی گاز کلور بکنیم، ترکیبی شامل یونهای مس و کلور به دست میاد. خب این یعنی من واکنش مس رو دارم با واکنش کلور رو. خب ببینید مس واکنش پذیریش خیلی کم بود دیگه، این یعنی اینکه کلور باید واکنش پذیریش خیلی زیاد باشه که میتونه با مس وارد واکنش بشه. اگه پودر گوگرد و براده آهن رو با هم مخلوط کنیم در مجاورت هوا واکنش بدیم، ترکیب دست میاد که حاوی این یون هاست. خب این Fe، اینم S. پودر منیزیوم رو توی هوا حرارت بدیم، ترکیب حاوی یون های منیزیوم و اکسیژن. اگه واکنش پذیری نیتروژن بیشتر بود، منیزیم میرفت با نیتروژن هوا واکنش میداد دیگه، نمیرفت با اکسیژنش واکنش بده که. خب پس اینجا هم من میگم منیزیم رو دارم میبینم با اکسیژن. ترکیبای شیمیایی محدود از فلز طلا ساخته شده که تمامی اونها داره اتم فلورن. آقا این دیگه یعنی فلور آخر قضیه است که تونسته با طلا که ما بهش میگیم فلز پاک، فلز نجیب، واکنش بده. این یعنی فلور خیلی باید واکنش پذیریش زیاد باشه. خب انجمن از میگم که کلور خیلی واکنش پذیریش زیاده، یعنی از این که دیگه خیلی چیز غلطی میشه. کلور از نیتروژن واکنش پذیریش هم کمتره. پس همه گزینه به درد بخور که واقعی مونه گزینه دو. خیلی وقتا توی اینجور سوالا اصلا لازم نیست شما متن رو بخون، یه دقیقه برین سراغ گزینه ها ببینین گزینه ها چی داره میگه. حتما پی دی اف کویز رو میذاریم توی پنل. خب این دو این سواله، یه سوالیه که مال آزمونای میان دوره یه سمپاده در مورد با یه مقدار تغییر، یک مقدارم سخت‌تر شده. آره سید مهدی، و اینکه میتونی توی خود پنل هم به صورت آفلاین سوالاتت رو بپرسی
بچه ها هستن که کامل جواب میدن، خود من پاسخگو هم هستم، میتونی اونجا کامل بپرسی اگه سوالی داشتی. این سوال رو بچه ها نگاه کنین، این مال آزمون های میان دوره یه سمپاده، یه آزمون های بین مدارس خود سمپاد برگزار میشه و حالا میخوان کم و کیف بچه ها رو بسنجن توش. به این کدوم گزینه رو دادین؟ گزینه مد نظرتون رو بگین. بنیام این کارت خیلی بیسته ها، بارکلا بهاره. خب جلسه پیش در مورد این صحبت کردیم که واکنش پذیری کربن از آلومینیوم کمتره و بالاتر از روی قرار داره. یعنی با سری واکنش پذیری رو که می نویسیم میگیم این کاه، این ان آه، لیتیوم، کلسیوم، منیزیوم، آلومینیوم، اینجا میتونیم کربن رو بیاریم بعد ادامه بدیم، این زد ان و همینطوری بریم. اونایی که واکنش پذیریشون کمتر بود از کربن رو میشد به کمک کربن خالص سازی بکنیم. مثلا در مورد این صحبت کردیم Fe2O3 که اکسید آهن هست به علاوه کربن، اینجا میشد CO2 به ما بده و آهن، میتونستیم خالص سازی کنیم. خب اونایی که بالاتر از کربن هستش توی سری واکنش پذیری، واکنش پذیریشون بیشتر از کربن هست، دیگه من نمیتونم بکنم که این سیستم جدا سازی بکنم که. پس این جمله جمله درستی نیست. یعنی من واکنش به طور مثال اکسید منیزیم یا هر کانی دیگه که در داخل سنگ معدن منیزیم هست رو با کربن نمیتونم جدا کنم، چون کربن نمیتونه بیاد جاش رو بگیره. پس من گزینه الف رو خط میذارم، میذارم کنار، یعنی الف نیست، پس گزینه یک خط میخوره. در تهیه کودهای شیمیایی از گاز نیتروژن استفاده میشود، بسیار تله خوب و جالبیه و میتونه به نظر خیلی همون جواب درستی باشه، ولی این هم غلطه. از آمونیاک درستش هست نه گاز نیتروژن، از ترکیبات نیتروژن دار یا آمونیاک. پس به هم نمیتونیم بپذیریم. پ بعد به رو اگه نپذیریم که خب دو هم خط میخوره. پ مدل اتمی بور اتم های فسفر و سیلیسیوم کاملا مشابه هم هستن. من یعنی واسه اینکه بخوام به این سوال جواب بدم باید عدد اتمی فسفر و سیلیسیوم رو بلد باشم؟ نه، به خاطر اینکه مدل اتمی بره هیچ دو عنصری مشابه هم نیستش که، کاملا مشابه هم یعنی عین هم دیگه دیگه، نه. پس این خیلی حرف بی ربطیه، پ هم نمیتونه درست باشه. تنها گزینه که میمونه گزینه چهاره. حالا بیاین این دوتا رو هم با هم دیگه بررسی کنیم. فرمول شیمیایی سولفوریک اسید 7 تا اتم داره، 3 نوع اتم داره، H2SO4، دو تا هیدروژن، یه دونه گوگر، 4 تا اکسیژن، 2 به علاوه 1 به علاوه 4 7، بله 7 تا اتم داره، 3 نوع اتم داره، بله یه هیدروژن داره، یه گوگرد داره، یه اکسیژن داره، گوگرد با هیدروژن. پس این حرف درستیه، پس من ت رو باید قبول کنم. نماد شیمیایی عنصر اکسیژن O2 و O3 میباشد، حرف کاملا درستیه. اینا اکسیژن دو تا آلوتروپیا دگر شکل داشت، یکیش اوزون بود که اوسس، یکیش O2 بود. پس این هم حرف درستیه و من این رو میپذیرم، گزینه چهار. یعنی حتی اگر من شک دارم به این که به میخواد حرف درستی بزنه یا نه، وقتی میبینم توسه هستن دیگه در مورد به انقلتی نمیارم، میگم توسه که دیگه حرف درستی رو داره واسه من میزنه. پس میرم سراغ گزینه شماره 4م. اینم یه سوال دیگه است از آزمونای میان دوره سمپاد که در مورد کاربردهای ماده است. کدوم گزینه رو بگید بهش؟ کدوم گزینه به نظرتون درسته؟ آها آها، آها، خب بریم حلش کنیم ببینم. از فسفر در تهیه مغز مداد استفاده می شود، داره دروغ میگه بهمون، این کربنه، پس من اینو قبول نمی کنم. فسفر تو چی استفاده می شود؟
فسفر تو چی استفاده میشه؟ تو چت بهم بگید، تو چت بهم بگین. مرسی ستایش، مرسی ستایش، آفرین آفرین. علی رضا یه تیر باید بذارم توی چشمت، اون فلور بود. کبریت، باریکلا کبریت. تشابه اتم اکسیژن و گوگرد در تعداد الکترون های آخرین مدار الکترونی هاست. بله این دوتا هم گروه هستن، اکسیژن اتمش 8، گوگرد اتمش 16 و هر دو متعلق به گروه ششم اصلی یا گروه 16 هم هستن. وقتی آرایش الکترونیشون رو که رسم میکردیم این 2-6 میشد، این 2-8-6 میشد و این حرف حرف درستیه، خیلی گزینه تابلویه. 3 چرا غلطه؟ آمونیاک از واکنش بین دو گاز موجود در هوا. در هوا چه گازهایی وجود داره؟ من میدونم آرگون وجود داره، کربن دی اکسید وجود داره، نیتروژن وجود داره، اکسیژن وجود داره. میگه آمونیاک، آمونیاک کیه؟ NH3. از واکنش بین نیتروژن و هیدروژن به دست میاد NH3. هیدروژن در هوا وجود داره؟ خیر. پس من گزینه 3 رو نمیپذیرم. از کلور و ترکیباتش در صنعت چرمسازی استفاده میشود. اجازه بدید بگم اینم داره به همون دروغ میگه و من این رو قبول نکنم. این مربوط به چه حالا ماده‌ایه که در صنعت چرمسازی ازش استفاده میشه؟ تو چت بهم بگین، تو چت بهم بگین. باریکلا، باریکلا، آفرین. باریکلا، باریکلا. اسید سولفوریک رو داره به من میگه. اسید سولفوریک، آفرین. H2SO4. ترکیب بسیار محبوبی هست واسه طراحان. خب پارسا، اینا همینطوری بچه‌ها میتونن سیف شده داشته باشن با این خط خطی هایی که کردیم. آقا همه اینا هستا. این سوالا سوالای خوبی بود. یه کویز بامزه نمکی کوچولو موچولویی بود از چیزایی که فصل قبل خوندیم، هفته قبل خوندیم. آماده چیزای سخت باشید. هر چی دوره میره جلوتر کویزاتون، تمریناتون جوندارتر قراره بشه. اصلاً مهم نیست. بعضیاتون میگین صفر زدم منفی 33 شدم، منفی 80 شدم، من دیگه هیچ فایده. اصلا مهم نیست. شما در دوره TNT نکته ها رو فقط باید در بیارید، یاد بگیرید. تا روز آزمون وقته که واسه اینکه بخواین یاد بگیرین، سوال حل کنید، سوال خوب حل بکنید. الان من همیشه به همه بچه ها تو کل دوره اینو گفتم که مهم نیست الان دارید درست میزنی غلط میزنی. روزی که باید سعی کنیم بهترین نتیجه خودمون رو بگیریم روز آزمونیه که شما پشت میزش نشستی، اونجا قشنگ خیلی کول خونسرد سوالا رو میبینی، همه چیز اونجا میاد تو ذهنت خیلی آروم. الان وقت یاد گرفتن، مرور کردن و سنجشه. حالا شوخی نکن آقا، من پارسا رو خیلی دوست دارم. یک معمای بسیار وحشتناکی رو حل کرد. خواهش میکنم به بچه ها بهم یادآوری کن که معما رو به بچه ها بگم. شما الان آخه بخواد بهتون بگم تا آخر کلاس دارید روی اون فکر میکنید. تمرینات توی پنلتون قرار میگیره. الان هم حتی در پنلتون هست. خب بچه ها بریم سراغ خب جزوه. این جلسه جزوه جنسش از جنس صحیح غلطیه. حدود 55 تا جمله است. ازتون میپرسم تو پنل شروع میکنید. فدای سعیت که بی‌دقتی کردی. آها یه چیزی، من تمرینا گذاشته شده، تمرینا گذاشته شده بچه‌ها.
یه نکته رو بگم، به خاطر اینکه جنس کلاس اون مثل کلاس های در طول سال نیست. در طول سال اصلا بچه ها حتی می اومدن روی لاین، حالا خیلی از بچه ها بودن، بعضیاتون هم جدید اضافه شدید، با هم گپ می زدیم. الان من باید نکته ها و سوال ها رو خیلی سریع توضیح بدم و بار اول که توضیح میدم خیلی جامع و کامل این کار رو انجام میدم. ازتون میخوام فردا دوباره ویدیو رو ببینید، سوالاتی که اینجا حل کردیم رو حل بکنید. اگر باز هم سوالی داشتید میتونید در داخل پنل از من بپرسید که این سواله مثلا من باز متوجهش نشدم، که چون کامله، حالا ممکنه یه جایی تو کلاس یه لحظه نخ کلاس از دست در بره که نره ها، سر کلاس باشی. اگر متوجهش نشدی ایرادی نداره، اسکیپ کن. برو بریم بچه ها، صدا رو دارین؟ الان صدا رو دارین؟ الان صدا رو دوباره بس کردین دیگه. خب مرسی 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 مرسی. ازتون میخوام به غیر از چیزی که توی این جزوه هست، دو تا من هر هفته دارم بهتون منبع مطالعاتی میدم، ازتون میخوام کتابای علوم تکمیلی هشتم نهم، علوم هشتم نهم بخونید، نخونده چیزی نذارید. حالا امروز یه سر وقت بشه میریم سراغ کتاب علوم تکمیلی هشتم فصل دومش. چیزی که این هفته ما میخوایم در موردش با هم دیگه کار بکنیم، گپ بزنیم، مربوط فصل دوم سال نهم تا صفحه 22، ترکیبات یونی رو میخوایم با هم دیگه کار بکنیم، ترکیبات یونی و تغییرات شیمیایی. همچنین فصل دوم سال هشتم، اینجا واسط نوشتم چی بخونی چی نخونی. میخونی یا میخونی و تمرینات تشریحی شما حل سوالات داخل کتاب علوم تکمیلیه. بعد مشخص میکنم این سوالا رو حل کن، این سوالا رو حل کن بفرست، بعدش با هم دیگه بتونیم حل کنیم، روش فکر کن، حل کن بفرستی. خب برای اینکه بخوایم شروع کنیم در رابطه با ترکیبات یونی حرف بزنیم، اول از همه باید بریم سراغ قاعده هشتایی، قاعده اوکتت خیلی جاها میگن، و گازهای نجیب. هر گزاره‌ای که میخونم توی چت باکس به من میگی درست نادرست، قبول، غلط، صحیح، غین، صاد، همین. خلاصه میکنیم براتون، همه اینا خلاصه میشه، معلومه شد. خب برو بریم سریع. واکنش ناپذیرترین عنصر در هر دوره متعلق به گروه 18 جدول تناوبی است. خب خوبه، 10 ثانیه بیشتر وقت ندارید. بله آقا این جمله کاملا صحیحه، واکنش ناپذیرترین عنصر در هر دوره واکنش پذیرتر. حالا اینجا یه جایی داره، پایین واینش فاصله ای داره، شما الان داخل دفترتون، بعدن که حالا اینو خواستین پرینتش بکنید، داخل دفترتون الان نکته های مربوط به مورد شماره یک رو بنویسید. اینجا باز حالا این سیو میشه، من میتونم این حرف رو بزنم واکنش پذیرترین نافلز در هر دوره متعلق به گروه 17 جدول تناوبی است.
این جمله درسته؟ بله بله بله. گروه 17 جدول تنوعی هالوژن ها اونایی بودن که فقط یه دونه الکترون میخواستن. واکنش پذیرترین فلز در هر دوره متعلق به گروه 1 جدول تنوعی است. این جمله چی درسته؟ دوستتون دارم، خیلی دوستتون دارم. بله این جمله هم درسته. چرا واکنش ناپذیرترینن؟ بیاین پایین تر بخونیمش. سوال دو رو جواب بدین. سوال دو، سوال دو. همه گازهای نجیب در لایه ظرفیت خود 8 الکترون دارن. باریکالله. غلطه. هلیوم با عدد اتمی 2 تنها گاز نجیبیه که در لایه ظرفیت خودش 8 الکترون نداره. پس تنها گاز نجیبی که در لایه ظرفیت خود 8 الکترون ندارد. قبوله؟ طبق قاعده هشتایی همه اتم‌ها تمایل دارن با انجام واکنش‌های شیمیایی به ذره‌هایی تبدیل شن که در مدار آخر خود 8 الکترون دارن. باریکالله عبدالله. عکس همه اتم‌ها حرف درستی نیست. اینم غلطه. یه سری اتم‌ها خب اینطوری نیستن دیگه. مثل لیتیوم، شما لیتیوم رو نگاه کنید. بارایش الکترونی 2-1، این یه دونه الکترون خودش رو از دست میده، میشه لیتیوم یه بار مثبت. یه سری‌ها هستن که تبدیل میشن، یعنی با الکترون گرفتن از دست دادن، یا مثلا هیدروژن یه دونه الکترون داره، هیدروژن یه بار منفی. اونایی که تبدیل میشن به هلیوم، شبیه هلیوم میشن، از این قاعده مستثنان. اکثرا دوست دارن کاری کنن که 8 الکترون تو لایه آخر خودشون باشه، ولی میبینید که همشون اینطوری نیستن. خب فلزات گروه 1، 2 و 13 با از دست دادن الکترون به آرایش گاز نجیب دوره قبل خود میرسند. آرایش گاز نجیب دوره قبل خود یعنی چی؟ آرایش گاز نجیب دوره قبل خود، دوره قبلی. حرف درسته یا غلطه؟ حرف درستیه. همین الان لیتیوم متعلق به چه دوره‌ایه؟ این بالا کشیدم. دو تا مدار الکترونی داره. تعداد مدارهای الکترونی من شماره دوره رو مشخص میکنه دیگه. دوره اول یه مدار، دوره دوم مدار دوم داره پر میشه، دوره سوم مدار سوم داره پر میشه. الان لیتیوم چند تا مدار داره؟ دو تا. متعلق به کدوم دوره است؟ متعلق به کدوم ردیفه؟ ردیف دوم، دوره دوم. یه الکترون از دست میده، شبیه به کی میشه؟ شبیه به هلیوم. هلیوم متعلق به کدوم دوره است؟ دوره اول. او پس سدیم با عدد اتمی 11 281 یک الکترون از دست میدهد، تبدیل میشود به Na مثبت. Na مثبت آرایش الکترونی چطوریه؟ 28. این مال دوره سومه، این مال دوره دومه. پس فلزات گروه 1، 2 و 13، حالا اینکه چرا نگفته همه ی فلزات رو سال دهم مطالعه میکنید که اصلا یه سری از فلزات به آرایش گاز نجیب نمیرسن ولی یون پایداری دارن. اما این چیزی نیست که امسال به درد هم بخوره ها، امسال کاری با این ندارم. من حالا واسه اینکه جمله هم از لحاظ علمی درست باشه اومدم گفتم فلزات گروه 1، گروه 2 و گروه 13 الکترون که از دست میدن شبیه به گاز نجیب دور قبلی خودشون میشن. سوال 5، نافلزات با گرفتن الکترون به آرایش الکترونی گاز نجیب هم دوره خود میرسن. بگیم ببینم اینو.
نه عبدالله، هیدروژن مال دوره شماره یکه. هیدروژن ما تو دوره یک میپذیریمش، میگیم گروه نداره هیدروژن، مال گروه یک نیست ولی مال دوره یک هست. دوره یک یه هیدروژن دارم یه هلیوم دارم. باریکلا بچه ها، باریکلا، واقعا دوستتون دارم. اف به طور مثال دارم میگم، اف آیا اینجا دارم به طور مثال سدیم میگم، 2.7 یه الکترون میگیره میشه اف منفی، 2.8. این دوتا جمله رو، این دوتا رو خیلی یادتون باشه. خب دو اتم نافلزی با هم واکنش میدهند و ماده مولکولی میسازند، اما دو اتم فلزی با هم واکنش نمیدهند. به نظرتون این جمله جمله درستیه؟ گزاره شماره 6، بله آریان میگه درسته. آفرین توسط، حرفی که داری میزنی درسته، ولی مال امسال نیست، مال سال دهمتونه. ستایش درسته. شله ها، شله ها، آفرین علی، علی نیک چهره، واقعا زیبا گفتی. شله شله کند میگید. آها آها، دو اتم نافلزی با هم واکنش میدن و ماده مولکولی میسازن. اینجاش درسته. وقتی دو تا نافلز با هم واکنش میدن هیچ وقت ترکیب یونی به من نمیده. ترکیب یونی اگه بخواد فلز، اگه بخوای میتونه، حالا جلوتر میگیم فلز نافلز، دو تا نافلز با هم میشه مولکول. هیدروژن هیدروژن H2، فلور فلور F2، فلور کلور FCl. نه محمد سینا، هوا هیدروژن نداره. الان چرا ولی داری این سوالو میپرسی؟ دو اتم نافلزی با هم واکنش میدن ماده مولکولی میسازن. اینجاش درست. دو اتم فلزی با هم واکنش نمیدن. اینجاش هم درست. دو اتم فلزی با هم آلیاژ تشکیل میدن، در هم حل میشوند. در هم حل میشن، آلیاژ میدن، واکنش نمیدن. میتونم تو هم دیگه حلشون بکنم. خب پارت اول تموم شد، بریم چند تا تمرین حل کنیم. تا اینجا کار چطور بود؟ سوالی دارید یا نه؟ عالی عالی. خب بریم چند تا سوال حل کنیم، بریم چند تا سوال حل کنیم. چند تا عنصر داده بهم، چند تا عنصر داده بهم با عدد اتمی های 18 8 9 و 11. سوال اول، تنوع ترکیبات یافت شده از کدام عنصر کمتر از بقیه است؟ باریکلا عبدالله، مرسی مهدیه. باریکلا باریکلا. ستایش سوالی پرسیده، به سوالتو جواب میدم بعد از این تمرینه. من چطوری بفهمم تنوع ترکیبات کدوم از همه کمتره؟ میام خیلی، این سوال خیلی سواله، اگر به گزینه ها دقت بکنید، اگر عناصر رو ببینید، خیلی سوال واضحی به نظر میرسه. به خاطر اینکه این A که از قضا آرگون هم هست، یک گاز نجیبه و گازهای نجیب واکنش پذیر نیستن. اصلا از هلیوم نون آرگون هیچ ترکیبی الان یافت نشده، سه تا گاز نجیب اول. پس تنوع ترکیبات یافت شده کدوم کمتره؟ همین A. به کمک این عناصر چند ترکیب یونی میتونم درست کنم؟ بدوید بدوید بگید چند تا ترکیب یونی، چند تا ترکیب یونی. بدو بدو، من حل کردم. بدو بدو بدو. چند ترکیب یونی خیلی
حساب میکنم چند تا کاتیون دارم، چند تا آنیون دارم و میگم که تعداد کاتیون هام ضرب در تعداد آنیون هام. البته کلمه تنوع استفاده بکنم بهتره، ضرب اینها در هم به من چیو میده؟ تعداد ترکیب ایونی هایی که میتونم بسازم. چند تا کاتیون دارم؟ یه دونه. چند مدل آنیون دارم؟ دو تا. پس من دو ترکیب ایونی میتونم بسازم. تنوع کاتیون ها ضرب در تنوع آنیون ها. ببینم تعداد ترکیبات ایونی رو میتونه بده. خب برو بریم. پیوند ایونی به معنای دوباره، حالا الان میخوام در مورد خود پیوند ایونی صحبت بکنم، بگی درسته یا نه. پیوند ایونی به معنای وجود جاذبه قوی و به جاذبه بین ایونهای مثبت و منفی هم پیوند ایونی میگن. درسته این جمله؟ باریکلا، کاملا درست. آها، یه چیزی که فراموش کردم، یکی از بچه‌ها در مورد این پرسید که تو خیلی از کتاب‌های کمک درسی از من پرسید که این پس پیوند فلزی چیه داستانش، این چرا پیوند فلزی. ببینید ما در مورد این توی شیمی در مورد پیوند فلزی توی این چند سال صحبتی نمیشه، ولی تو سال هفتمتون خوندین که فلزات بلور دارن و از بلور تشکیل شدن و اتم های فلزی کنار همدیگه قرار گرفتن. فلزی، یک عنصر فلزی فاقد او مولکول هستش، همش یه سری اتم هن که کنار همدیگه و بلورها رو تشکیل میدن. خب بین اتم های فلزی یک عنصر بینشون پیوند فلزی برقراره. حالا چه جوری ساختارش؟ به این صورته که فلزها هر کدوم از اتمهاش تبدیل به کاتیونهایی میشن با بار مثبت و الکترونهای از دست دادشون دارن اطراف این کاتیونها میچرخن و یک نوع پیوندی برقرار میشه و ما به اون مدل پیوند میگیم پیوند فلزی. پس پیوند فلزی مرتبط به اتمهای فلزی در یک بلور از عنصر من. مثلا من میگم بین اتم های سدیم در بلور فلز سدیم پیوند فلزی برقرار است، من به اون میگم پیوند فلزی. و این جمله جمله درستی، فلز ها با هم واکنش نمیدن. خب این یه لحظه یادم اومد دیدم. خب دوباره بریم اینجا. این جمله جمله درستی بود. بله، پیوند جاذبه قوی بین یونهای مثبت و منفی. 8، همواره در اثر واکنش بین فلزات و نافلزات ترکیبات یونی به دست میاد. آیا این جمله جمله درستیه؟ بله عبدالله، الکترون آزاد. پیوند هیدروژنی چیه رو حالا در موردش صحبت میکنم. مهدیه یادم بنداز توی هفته بعد که داریم در مورد ترکیبات مولکولی صحبت میکنیم اونجا قشنگ توضیح بدم. بله بله، این جمله جمله درستیه. بله، در اثر واکنش بین فلزات و نافلزات. 9، یک جمله بسیار بسیار سایکو از کتاب درسیتون. ببینید این چیه، این جمله به نظرتون جمله درستی هست یا نه. 9، در اثر واکنش بین گاز سبز رنگ و سمی کلور با فلز خطرناک سدیم جامد سفید رنگ سدیم کلورید به دست میاد. واه، آریانوم یه غلطه، آیلا غلطه. اوه ببین نجمه چه کرد، زخمی کرد همه رو. باریکلا. این جمله جمله غلطیه به خاطر اینکه حالا ذهنتون باشه، گاز سبز رنگ نیست، کلور در کتاب درسی زرد معرفی شده. پس اجازه بدید من این جمله رو جمله غلطی
به حساب بیارم عزیزان جان. خب اینم خاطرتون باشه، اینم اندازه فلزات با از دست دادن الکترون کاهش یافته و نافلزات با گرفتن الکترون افزایش حجم پیدا میکنن. جمله درستیه؟ آقا سدیم 281 سه تا لایه الکترونی داره، این الکترون از دست بده بشه سدیم مثبت میشه 28، دو تا لایه الکترونی داره. خب اندازه فلز وقتی که الکترون از دست میده کاهش پیدا میکنه، پس این یه تیکه که حرف درستی داره میزنه. حالا اگر الکترون بگیره نافلز هم یه افزایش حجمی خواهد داشت دیگه، یه کوچولو گنده تر میشه، یه الکترون بهش اضافه شده و افزایش حجم داریم. پس این جمله جمله درستیه، جمله اشتباهی نیست. همه ترکیبات یونی مانند فلزات ساختار بلوری دارند. از جدول تنوعی 18 تا اولو بلد باشید، یعنی 3 تا دوره اولو کامل بلد باشید. اینا الان امیر مهدی سوال پرسید، اینا دارم میگم. همه ترکیبات یونی مانند فلزات ساختار بله بلور دارن. میزان جاذبه یونهای ناهمنام در بلور ترکیبات یونی از میزان دافعه یونهای همنام بیشتر است. باری که علامتی، باری که الان نجمه. ببینید توی بلور، بلور ترکیب یونی، توی بلور ترکیب یونی من یون همنام دارم، یون ناهمنام دارم، کاتیون دارم، آنیون دارم. دو تا چیز من میبینم، یکی جاذبه است، جاذبه بین یون همنام یون ناهمنام. دافعه هم دارم، خب آنیون ها حال نمی کنن با هم دیگه، هم دیگر پس میزنن. کاتیون ها حال نمی کنن با هم دیگه، اونا هم دیگر پس میزنن. اگر دافعه به جاذبه غلبه کنه، یعنی این پس زدنه به جذبه نگه داشتن غلبه کنه، که دیگه بلور تشکیل نمیشه. بلور هم کجا بود اون موقع؟ کی من بلور دارم؟ موقعی که جاذبه به دافعه غلبه میکنه، اینا حال میکنن کنار هم دیگه باشن، اون موقع است که من بلور دارم. پس این حرف حرف درستیه. حالا سوال، جاذبه بین یون مثبت و منفی در بلور بیشتر از این جاذبه در حالت غیر بلوری است. من این جمله رو توضیح بدم. آقا من یه حالتی دارم، مثلا بلور NaCl دارم، میگم جاذبه بین Na مثبت و Cl منفی در بلوره بیشتر از حالتیه که من یه Na مجزا داشته باشم، Na مثبت مجزا داشته باشم، یه Cl منفی مجزا، انگار دو تا دونه یون دارم. میگم جاذبه بین یونها در بلور بیشتر از جاذبه یه بین یونها در حالت غیر بلوریه، در حالت انگار مثلا مولکولی بخواد فرض کنیم باشه، مثلا انگار من مولکول NaCl دارم، یه دونه Na مثبت و Cl منفی. به نظرتون این جمله جمله درستیه؟ این جمله جمله کاملا درستیه، این جمله جمله کاملا درستیه. جاذبه در حالت بلور، حالا بسته به هر بلوری، به طور مثال در بلور سدیم کلوراید 1.7 برابر جاذبه نسبت به موقعیه که من یه یون سدیم داشته باشم یک یون کلور داشته باشم. این جمله جمله درستیه، اینو از من
بپذیرید. من اینو پاک کنم. میگم این جاذبه میگم نا کنید میگم این جاذبه بین این دوتا به مراتب بیشتر از جاذبه یه دونه ان آی مثبت یه دونه سی ال منفیه. دلیلش هم تعداد دیگه. نگاه کنید من اینجا این یون کلورم دورش تعداد بیشتری یون سدیم وجود داره و خب تعداد تأثیر میگذاره روی میزان جاذبه دیگه. گرفتی آریانا که میگی روی بلور توضیح بدیم یا سوالت اصلا یه چیز دیگه ایه؟ خب این چرا اومد پایین تر؟ آها هیچ هیچ من اینو آن درست شد. خب در تمامی بلورهای ترکیبات یونی اطراف هر کاتیون چندین آنیون وجود دارد و بالعکس. به طور مثال اطراف هر یون کلورید در بلور سدیم کلورید 6 یون سدیم قرار دارد. آها بلور چیه؟ بلور بذارید من یه توضیح بدم نسبت یه توضیح کوچولو. ببینید به این من میگم بلور. ببینید نگاه کن من به این میگم بلور. ببین یک ساختار منظمی داره که از کنار هم قرار گرفتن تعداد بسیار زیادی یونهای مثبت و منفی تشکیل شده و دقیقا همون جمله آخریه که خوندیم اطراف هر یون مثبت رو که ببینید یک تعدادی یون منفی وجود داره و بالعکس. یعنی یک ساختاریه که مثل مولکول نیست. نگاه کنید من میگم این یه مولکوله این یه مولکول دیگه بینشون فاصله است اینا به همدیگه ضربه میزنن توی ترکیبات مولکولی که هفته بعد میخونی میبینیم اینو فاصله است جنب و جوش دارن. اینجا نه چپیدن کنار هم دیگه یون مثبت یون منفی یون مثبت یون منفی یون مثبت یون منفی همینطور و یک ساختار منتظم و سه‌بعدی رو به ما دادن مثل فلزات. ترکیبات فلزی هم نگاه کنی کلی اتم فلزی کنار هم دیگه قرار گرفتن و یک شکل منظم سه‌بعدی رو به ما تحویل دادن. خب فلزات بلور دارن یک همچین ساختاری دارن فقط با این تفاصیل که اتمای فلزی کنار هم قرار گرفته. ترکیبات یونی هم بلور دارن باز به همین صورت اینجور که داریم میبینید. یک سری از ترکیبات مولکولی هم هستن که باز بلور دارن مثل شکر که شما میتونید به کمکش نبات رو درست کنید. حالا اونجا کلی مولکول شکر هست که کنار هم دیگه قرار گرفته و یک شکل منتظم و سه‌بعدی رو برای من تشکیل داده. گرفتی ملینا؟ بله این جمله کاملا درستیه. ترکیبات یونی اصطلاحا نمک گفته میشه. کاملا درسته بله. اگه در سمت چپ فرمول شیمیایی ماده نماد شیمیایی یک فلز یا انها شار نوشته شده باشه آن ماده حتما ترکیب یونی است. بله درسته. NH4 الان پایین تر میخونیم یک یونی هست به اسم آمونیوم NH4 مثبته. خب
اگر فرمول شیمیایی ماده ای رو دیدید که در سمت چپ خودش یک فلز، فلزا فقط تو ترکیب ایونی شرکت میکنن دیگه، اگر من ببینم یه فلزی وجود داره مثلا CuSO4، خب این یه یون فلزیه دیگه، این یک یونه، این حتما یه ترکیب ایونیه. AgNO3 اون نقره است، این حتما یک ترکیب ایونیه، فارغ از این که من بدونم اون ور قضیه چه خبره، اصلا من NO3 نمیشناسم. تمام ترکیبات ایونی از لحاظ بار الکتریکی خونسان و به عبارتی مجموع بارهای مثبت اون با مجموع بارهای منفی اون برابره. بله کاملا این جمله درسته، مجموع بارهای مثبت یعنی هر چقدر من بار مثبت دارم همونقدر هم باید بار منفی داشته باشم. به طور معمول میشه بار الکتریکی یون مثبت رو به عنوان تعداد یون های منفی در نظر گرفت و بار الکتریکی یون منفی رو به عنوان تعداد یون های مثبت. مثلا چی؟ مثلا من دارم میگم من آی دو بار مثبت دارم، بی سه بار منفی، میگه که من بیام بار الکتریکی یون مثبتم رو به عنوان تعداد یون منفی در نظر بگیرم، بار الکتریکی یون منفی رو به عنوان تعداد یون مثبت، و اینجوری من بتونم فرمول شیمیایی ترکیب ایونی رو بنویسم. همیشه اینطوریه دیگه، این میشه A3B2، A3B2. من فرمول شیمیایی ترکیب ایونی خودم رو همیشه میتونم اینطوری بنویسم. اما میگه به طور معمول، چرا میگه به طور معمول؟ یه موقعی هست فرضاً من کلسیوم دوباره مثبت دارم، اکسیژن دوباره منفی دارم، دیگه اینجا نمیام دو دو رو انتخاب کنم بنویسم Ca2O2. اگر اینها با هم دیگه ساده میشدن ساده شون میکردم و فرم ساده شده شون رو مینوشتم. چرا؟ چون همیشه قراره اینا لحاظ بار الکتریکی خونسا باشن، یعنی هر چقدر من یون مثبت دارم همون قدر یون منفی داشته باشم. به ازای هر یه دونه Ca دوباره مثبت من میتونم اون رو دوباره منفی داشته باشم و این CaO بشه. خب خب فرمول شیمیایی ترکیب های یونی نشون دهنده تعداد یون های موجود در هر مولکول از آن ماده است. این خیلی جمله زشتیه، این خیلی جمله زشتیه. مولکول ندارم توی ترکیب یونی، من مولکول ندارم. این یک. دوم نشون اصلا گیریم مینوش در هر واحد از آن ماده است، بازم این جمله جمله درستی نیست. چرا؟ من یه ترکیب یونی دارم مثلا MgCl2، این به معنی نیستش که من در بلور خودم یه دونه معنی از یوم دارم دو تا کلور، که این معنی رو نمیده. این داره اینو نشون میده که من در بلور خودم به ازای هر یه دونه معنی از یومی که دارم دو تا کلورم دارم. نسبت ها رو داره به هم میگه، ساده ترین نسبت رو داره به من نشون میده، ساده ترین نسبت را به من نشان میدهد، ساده ترین نسبت رو داره به من میگه، نه تعدادشون در داخل بلور. که در یه بلور ایونی همواره تعداد آنیون ها با تعداد کاتیون ها برابر است. باریکالله یاسمین باید دقت کنی ها، تعداد کاتیون ها با تعداد آنیون ها برابر است. اجازه بدید قبول نکنم، همین بالا دارم میبینم MgCl2، الان من به ازای هر یه دونه کاتیونی که دارم دو تا آنیون دارم، تعدادشون با هم برابر نیست. مجموع بارهای کاتیون با مجموع بارهای آنیون برابر، نه تعدادشون. خب راند دوم، با توجه به عناصر زیر به سوالات پاسخ بدین. یه سری عنصر ریخته واسم یه سری سوال داده، با واکنش بین این عناصر چه تعداد ترکیب یونی به دست میاد؟
خب من ببینم کدوم ها فلزن کدوم ها نافلز. ان آ میشه ان آی مثبت، اف میشه اف منفی، ال آی میشه ال آی مثبت، پی میشه پی سه بار منفی، ان میشه ان سه بار منفی، اس میشه اس دو بار منفی، آلومینیوم میشه آلومینیوم سه بار مثبت، او میشه او دو بار منفی، ام جی میشه ام جی دو بار مثبت. تنوع فلزات ضرب در تنوع نافلزات میشه تعداد ترکیبات یونی. من چند تا فلز دارم اینجا؟ یک، دو، سه، چهار. چند تا نافلز دارم؟ یک، دو، سه، چهار، پنج تا هم نافلز دارم. درسته؟ یک، دو، سه، چهار، پنج. پس من 20 تا ترکیب یونی میتونم بسازم. در اثر واکنش بین این عناصر چه تعداد ترکیب یونی به دست میاد که در اون تعداد کاتیون ها با تعداد آنیون ها برابره؟ تعداد کاتیون چه موقع تعداد کاتیون ها با تعداد آنیون ها برابره؟ موقعی که بارهای کاتیون و بارهای آنیون با هم برابر باشه. الان من مثلا ان آ رو بخوام انتخاب کنم، ان آ مثبت، باید یه دونه یونی رو بردارم که منفی باشه، یه بار منفی، پس ان آی اف میشه ال آی اف میشه. خب دیگه یه بار منفی ندارم، نه، برم سراغ سه بار مثبتم. آل سه بار مثبت دارم، ان سه بار منفی دارم، آل سه بار مثبت دارم، ان پی سه بار منفی دارم. خب دیگه چی؟ دیگه چی؟ سه بار مثبت ندارم، برم سراغ دو بار مثبت هم. ام جی دو بار مثبت دارم، او دو بار منفی دارم، ام جی دو بار مثبت دارم، اس دو بار منفی دارم. بازم هست؟ پس میشه این ترکیب ها دیگه، یک، دو، سه، چهار، پنج، شیش. آها این سوال ها رو نگاه کن، میگه چه تعداد از این ترکیب ها تعداد یونای مثبتی که یه یون منفی رو احاطه کردن با تعداد یونای منفی که یه یون مثبت رو احاطه کردن برابر نیست. ببینید اگر بار یونها با همدیگه برابر باشه، یعنی من یه بار مثبت دارم یه بار منفی، تعداد یونایی که دور این یه بار مثبت هستن، تعداد یونهای یه بار منفی که دور این یه بار مثبت هستن برابر میشه با تعداد یونهای مثبتی که دور این یه بار منفی هستن. یعنی وقتی گوش بده ببینم، قاطی نکنیا گوش بده ببینم، یعنی وقتی بارها با همدیگه برابرن چه اتفاقی میفته؟ تعداد کاتیون ها و آنیون ها با هم دیگه برابر خواهد بود، بنابراین تعداد یون ها که دور هم جمع میشن و هم دیگه رو احاطه میکنن با هم برابر میشه. یعنی من اگه 6 تا کاتیون هم دور یه دونه آنیون همه، در نتیجه 6 تا آنیون هم دور یه کاتیون همه و این تعداد با هم برابر. حالا البته اینجا میگه برابر نیست، خب من اینجا حساب کردم کلا 20 تا دارم، 6 تاشم که با هم برابره میشه 14. شعاع کدام عناصر پس از انجام واکنش کاهش مییابد؟ فلزاتم. نامگذاری سریع بریم، همیشه نام اول نام یون مثبت میاد، بعد نام یون منفی نوشته میشه، درسته؟ سولفات هم اسم درستی برای کات کبوده، همین بالا گفته دیگه، اول یون مثبت، اول اون فلزه. کلن یون مثبت هم یا فلزه یا NH4 مثبت. NH4 مثبت یا فلز، پس این مثل سولفاته، نه سولفاته مثل. در نامگذاری ترکیبات یونی اشاره به تعداد یونها نمیشه.
کاملا درسته. مس سولفات، نمیگه چند تا مس، چند تا سولفات، هیچ حرف نمیزنه. سدیم کلرید، منیزیم کلرید، صحبتی نمیکنه چند تا از کدوم، فقط داره نام کاتیون رو میگه، نام آنیون رو میگه، تعدادی بحثی نمیکنه. خب یه سری یون های تک اتمی به خصوص آنیون هاشون اسم هاشون مهمه. به طور معمول اسم یون به علاوه اید، مثل فلور فلورید، کلور کلورید، بروم برومید، یون های منفی، اینا هالوژنان دیگه، یود یودید، اکسیژنید نمیگیم، میگیم اکسید، به این میگیم سولفید، اس دوباره منفی، ان سه بار منفی نیترید، پی سه بار منفی فسفید، اچ منفی هیدرید. یعنی همیشگی هم نیست اسم یون به علاوه اید بخواد بیاد، اینا رو باید بلد باشی، اسم یونا رو کامل بلد. اینا یونای تک اتمی، یعنی یونایی که از عنصرها ساخته میشه. برای نامگذاری یونای مثبت فلزی فقط کافیه کلمه یون رو به ابتدای نام عنصر اضافه کنیم، درسته؟ بله کاملا درسته. میگم یون سدیم، میگم یون کلسیم. 25، به یون هایی که از چند اتم تشکیل شدن یون چند اتمی میگوییم. بین اتم های سازنده این یون ها همواره پیوند اشتراکی برقرار است. باریک علامتیم، باریک علامتیه، باریک علام امیر محمد. بودو بودو بابا جاری باش، جلام باش، ماهی در رود خروشان زندگی. آفرین بچه ها، آفرین نازنین، این جمله کاملا درسته. نگاه بکنید یونای چند اتمی رو اینجا واسهتون آوردم، اونها یه خیلی مهم منو پرکار برد. همه اتمای سازنده شون نافلزین، همه اتمای سازنده نافلزین. نگاه کن NH4 مثبت، نیتروژن، هیدروژن، سولفات، SO4 دوباره. درسته بار الکتریکی دارد، اما اتم‌های سازندهشون نافلزیان و بین اتم‌های سازندهشون پیوند اشتراکی برقراره. اینو توی درس جلسه بعدی میخونیم. آقا NH4 مثبت یک همچین موجودی است، اینو NH4 مثبت یک همچین موجودی است، بین اتم‌ها پیوند اشتراکی برقراره. یون چند اتمیه ها، اسما رو بلد باش، آمونیوم، سولفات، SO4 دوباره منفی، نیترات، OH منفی، هیدروکسید، CN منفی، سیانید، CO3 دوباره منفی، کربونات، دیکرومات، فسفات و پرمنگنات. اضافه کاریاش هم یه دونه عرضم حضورت، یعنی این فسفاته با این سیانیده، بقیه رو بلد باشی. دیکرومات، دیکرومات آمونیوم، آمونیوم دیکرومات، همون واکنش کوه آتش فشان. متین میگه کاربید رو رسم بکنیم. نه الان نه، جلسه بعد یادم بنداز متناسب با درسمونه متین کاربید رو رسم کنه، الان ولی نه. خب آقا برو بریم نسبت تعداد کاتیون به آنیون در موارد زیر رو به دست بیاورید. از این سوالا که عدد بهتون میده، نسبت ازتون میخواد، حالا میتونه با این عدد بازی کنه، مثلا بگه نسبت تعداد کاتیون به آنیون در فلان ماده ایونی برابر است با تعداد اتم های اشتراکی در کدام مولکول. یعنی شما یه عددی باید به دست بیارید. حالا اینو هم بگید، آلومینیوم سولفات، آلومینیوم سولفات. من میدونم آلومینیوم میشه آلومینیوم سه بار مثبت، سولفات هم SO4 دوباره منفیه. سه رو بذار اینجا، دو رو بذار اینجا. نکته تعداد اتم های تعداد یون های چند اتمی رو اگه من بخوام نشون بدم توی پرانتز میذارم، و یعنی اینو نمی نویسم Al2 SO4 مثلا نمیدونم سه، توی پرانتز میذارم آل دو اس و چهار سه. نسبته چقدر میشه؟
چی خواسته؟ تعداد کاتیون به تعداد آنیون. تعداد کاتیوناش دو تاست، تعداد آنیوناش سه تاست، دو سوم. بقیه رو خودت حساب بکن، این جدول بالا سرت باشه، خودت اینا رو به دست بیار، توی خونه شروع کن اینو حل کردن. میخوایم بریم سراغ ادامه کارمون. همه ترکیبات یونی در دمای اتاق جامدن. جامدن، بله، همه ترکیبات یونی در دمای اتاق جامدن. این ترکیب ها درجه سختی بالایی دارن، چرا که برای ایجاد خراش باید به پیوند یونی یونهای سطح بلور غلبه کرد. درجه سختی یعنی خط انداختن، و سختی که میگم من میگم این ماده خیلی درجه سختی بالایی داره، یعنی میتونه رو همه خط بندازه. درجه سختی بالایی داره یعنی سخت میشه روش خط انداخت. بله بله، این جمله درسته، درجه سختی بالایی دارن. این ترکیبات چکشخوار هستند. کاملا غلطه. مرسی بچه‌ها، مرسی. اینا این تصویر رو ببینید، اصلا چکشخوار نیستن. در اثر ضربه یونهای همنام یه لحظه کنار هم قرار میگیرن و جداسازی اتفاق میفته. جمله سی، همه ترکیبات یونی در آب حل میشوند. همه ترکیبات یونی در آب حل میشوند. همه جواب بدن ها، همه جواب بدن ها. چقدر خوب تعامل داریم میکنیم، خیلی راضی هم ازتون، باریکلا. چقدر زد و نقیز، هم نه زیاد داریم هم آره زیاد داریم، کدومه بالاخره؟ آفرین. نه، اغلب یه سری ترکیبات یونی هست مثل کلسیوم کربنات تو آب حل نمیشه. اون جوشه‌ای که میبنده به کتری اگه تو آب حل میشد که حل میشد، مثل جوشه نمیست به کتری که. به این میگی سنگ آهک، کلسیوم کربنات، سنگ آهک با ریختن این هم جمله، با ریختن آهک در آب یک تغییر شیمیایی رخ میدهد و ماده جدید حاصل میشود. برو بریم با ریختن آهک در آب یک تغییر شیمیایی رخ میدهد و ماده جدید حاصل میشود. این جمله کاملا درست. ببینید بچه ها، به کلسیوم کربنات میگم سنگ آهک، به آهک یعنی آهک اسم کلسیوم اکسیده، CaO کلسیوم اکسید، آهک مرده هم بهش میگن. پس چی شد؟ سنگ آهک، کلسیوم کربنات، کلسیوم اکسید، آهک. توی آب که من میریزمش CaO با آب واکنش میدهد و به من کلسیوم هیدروکسید میدهد. چی میدهد؟ کلسیوم هیدروکسید. دوستتون دارم. کلسیوم هیدروکسید میدهد. کلسیوم هیدروکسید یک ترکیب یونیست و واکنش اتفاق افتاده، یعنی حل نشده، اومده یه تغییر شیمیایی به من داده. و جمله یک عمومی من این جمله، اکسید فلزات با آب ترکیب شده و ماده با خاصیت بازی به دست می آید. کاملا جمله درستیه، کاملا جمله درستیه. اصلا هر موجودی که در داخل خودش هیدروکسید دارد دارای خاصیت بازی است. سودیوم رو مینداختیم تو آب، سودیوم هیدروکسید میداد با گاز هیدروژن. سودیوم هیدروکسیده هم یک ترکیب بازیه. این حرف کاملا حرف درستیه، اکسید فلزات با آب ترکیب شده و ماده. جمله دیگهش، اکسید نافلزات با آب ترکیب شده و ماده با خاصیت اسیدی به دست میآید. این هم جمله درستیه. شما باران اسیدی میبینید وقتی که CO2 داریم. CO2 چیه؟ اکسید نافلزیه. وقتی که اکسیدهای نیتروژندار داریم تو چرخه نیتروژن، CO3 دمای ذوب و جوش این ترکیبات از ترکیبات مولکولی بیشتره.
کاملا درسته، کاملا دقت کن تو ترکیب مولکولی من برای ذوب و جوش فقط کافی است که به پیوندهای بین مولکولی غلبه بکنم، قرار دوتا مولکول از هم دیگه مقدار فاصله بدم، اما در ترکیب یونی من باید به پیوند یونی غلبه کنم، یونای مثبت و منفی که چسبیدن به هم در داخل بلور، پس قاعدتا من باید انرژی بیشتری خرج بکنم. بچه ها این دوتا جمله بعدی رو بسیار بسیار جدی بگیرید، هرچه بار یونها بیشتر باشد دمای ذوب و جوش هم بیشتر است. این یعنی چی؟ یعنی MgO رو ببینید که Mg دوباره مثبت و O دوباره منفی، NaCl رو ببینید که Na مثبت و Cl منفی، هرچه بار یونها بیشتر باشد دوباره مثبت دوباره منفی، دمای ذوب و جوش بیشتر، اصلا هر چقدر بار یونها بیشتر باشد پیوند یونی پیوند قوی تری است. جمله جمله بسیار درستیه، خیلی این مهمه ها. هر چی شعاع یونها کمتر باشد دمای ذوب و جوش بیشتر است. مثلا من یه دونه NaF دارم، یه دونه NaCl دارم، بعد میپرسم دمای ذوب و جوش کدام کمتر است؟ هر چقدر شعاع کوچکتر باشد، المان اولی، فاکتور اولی باره، بعدش میره سراغ شعاع، میگه هرچی بار بیشتر باشه دمای ذوب و جوش، هرچی شعاع کوچکتر باشه دمای ذوب و جوش. خب من الان اینجا NaF Na مثبت دارم، F منفی دارم، این که الان بارهاشون با هم برابره، Na مثبت دارم، Cl منفی دارم، اینم بارهاشون با هم برابره، بعد برم سراغ شعاع. خب F کوچیکتر، NaAش هم که یکی، F کوچیکتر از Cl دیگه، F از Cl کوچیکتره، پس من به این نتیجه میرسم که دمای ذوب و جوش NaF بیشتره. و جمله کلی، هرچه بار یونها بیشتر و شعاع یونها کمتر باشد پیوند یونی پیوند قوی تری خواهد بود. حالا این جمله رو شما بستش بدید، من بهتون ترکیبای متنوعی میدم، شما باید بار رو توش اندازه گیری کنید. ناکنید من یه چیزی دارم به اسم بار یون به روی اندازه یون که اصطلاحا بهش میگن چگالی بار، هر چقدر این عدد بزرگتری باشد پیوند یونی من پیوند قوی تری است. سی و پنج خیلی حرف درستیه نجمه، حرف کاملا درستیه، و بر اساس همین حرف نقطه ذوب و جوش NaF از NaCl بیشتر میشه، چون F منفی کوچکتر از Cl منفی است. حالا من ازتون میتونم، خب آقا پیوند یونی قوی تره دیگه، حالا ازتون میتونم چند تا یون بدم بهتون بگم کدوم سختی بیشتری داره. خب سختی میشد غلبه کردن به اون پیوند یونی روی سطح، پس باز با همین میبینم کدوم سختی بیشتری داره. ازتون میپرسم دمای ذوب و جوش کدومشون بیشتره، باز رو همین. آها این خیلی نکته مهمیه، این خیلی مهمه. ببینید وقتی یه ترکیب یونی تشکیل میشه ایونای مثبت و منفی، انرژی آزاد میشه. آقا این سدیومه در به در بود الکترون از دست بده، کلوره پیگیر گرفتن الکترون بود، اینا خوردن به تور هم دیگه، خب یه ترکیب پایدارتری رو تشکیل دادن، پایداریش بیشتر شده، و چون پایداریش بیشتر شده است یه مقدار زیادی انرژی آزاد میکنه، اینا راحت میشن، به پایداری میرسن، انرژی آزاد میکنن، یعنی یک سری واکنش های گرماده به حساب میان. هر چقدر ترکیب یونی قوی تری تشکیل بشه انرژی آزاد شده هم بیشتره. هر چقدر ترکیب یونی قوی تری تشکیل بشه انرژی آزاد شده هم بیشتره،
پس انرژی آزاد شده از تشکیل MgO بیشتر از مثلا کی بگیم NaCl است. آقا بله، این هم از نظر یونهای سازنده هم از نظر بار الکتریکی MgO زورش میچربه به خب 2 دقیقه مونده، ولی الان از بچه های تیم فنی من درخواست کردم که کلاس اون باز تا ساعت 9:30 ادامه پیدا بکنه. خوشحالم میکنید بمونید سر کلاس، میدونم آخر شبه، میدونم خسته ای. البته خیلی عجیبه که در این کلاس انرژی نگرفته باشین، یک کلاسیه که کاملا با تعامل همدیگه داریم میبریمش جلو و من خیلی دارم حال میکنم. میخوام که تا یه جای خیلی خوب بریم جلو. بمونید سر کلاس، بمونید سر کلاس، دمتون گرم، دمتون گرم، بمونید یه خورده دیگه با هم دیگه کار کنیم بعد بریم جلو. آخ آخ ملینا یه معما رو بگو پارسا، یادت باشه. مرسی بچه‌ها، مرسی. بریم سوال 38. بله بله بله، این ترکیب، این جمله جمله بسیار درستی است. در حالت جامد رسانه الکتریکی نیستن، تو حالت موضوع. الکترولیت میشه محلولی که خاصیت رسانایی دارد، رسانای الکتریکی دارد. الکترولیت که همچین معنی میده. 39 درسته. اتیلن گلیکول رسانای جریان الکتریسیته است. بله بله بله، کاملا غلطه. در کتاب که اصلا هم اتیلن گلیکول هم شکر هم اتانول و سایر ترکیبات مولکولی رو نارسانای رسانایی الکتریکی یک محلول الکترولیت به غلظت یونهای موجود در محلول وابسته است. یعنی من هر چقدر گزاره 40 بگید، رسانایی الکتریکی یک محلول الکتریک به غلظت یونهای، این کاملا درسته. یعنی من اگه اینجا غلظت داشته باشم، اینجا رسانایی، نمودار کاملا اینطوریه. هر چقدر من بیشتر یک ترکیب یونی رو در آب حل بکنم، رسانایی هم افزایش پیدا میکنه. نمودار غلظت به مقاومت الکتریکی، من اینجا غلظت دارم، اینجا مقاومت الکتریکی دارم، به صورت نزولی است. مقاومت الکتریکی برعکس رسانایی، یعنی هر چقدر من یک ماده ای داشته باشم که رسانایی الکتریکیش زیاد باشه، مقاومت الکتریکیش کمه. در برابر عبور جریان الکتریسیته مقاومت کمتری نشون میده و اجازه میده جریان برق عبور کنه. خب پس این دوتا نمودار عکس هم دیگن، یعنی من اینجا مقاومت الکتریکی دارم، اینجا غلظت دارم، این دوتا نمودار برعکس هم دیگه هستن. این دوتا رو خوب دقت کنید، به خصوص این. به خواصی از محلول ها که به نوع ماده ارتباطی ندارد بلکه به تعداد مولکول ها ربط دارد، خواص کولیگاتیو یا تجمع پذیر یا جمع پذیر یا خواص تجمعی میگویند. این حرف حرف درستیه. ببینید داره میگه به نوع ماده، من کاری ندارم، تو اومدید نمیدونم
شکر حل کردی، نمک آوردی، چی آوردی حل کردی، نوع ماده هم واسه مهم نیست، تعداد ذرات واسه هم اهمیت داره. یه سری خواصیه که مربوطه به محلول هاست و به تعداد مرتبطه، نه به نوع ماده. یادت باشه ها، به نوع ماده ربطی نداره. این جمله جمله درستیه، تعریفیه. حالا هرچه مجموع تعداد یون‌ها یا مولکول‌های موجود در محلول بیشتر باشد، دمای جوش محلول بیشتر و دمای انجماد محلول کمتر می شود. نظرتون در مورد این جمله چیه؟ باریکالله عبدالله، باریکالله امیر محمد، آفرین، باریکالله بهاره، آریان. خب این جمله بچه ها جمله درستیه. هرچه مجموع تعداد یون ها و مولکول ها در محلول بیشتر باشد، دمای جوش محلول بیشتر و دمای انجماد محلول کمتره. اولا نگاه کنید که داره به چند تا از خواص کولیگاتیو اشاره میکنه، یکی دمای جوش محلوله، یکی دمای انجماد محلوله، و ارتباط داره به تعداد ذرات حل شونده. دوم به تأثیری که میگذاره داره اشاره میکنه، دمای جوش رو زیاد میکنه، دمای انجماد رو کم میکنه. چرا؟ یه مثال بزنم براتون. من یک حل شونده ای رو در آب میام حل میکنم، کاری هم ندارم شکر، نمک، چیه، یا حل شونده ای. خب موقعی که حلال بود، من داشتم میخواستم حرارت بدم اینو برسونم به نقطه جوش، یا حرارت میدادم جنبش ذرات زیاد میشد، زیاد میشد، زیاد میشد، بالاخره به یه نقطه میرسید که انرژی جنبشیشون غلبه میکرد به نیروهای بین مولکولی و به صورت گاز خارج میشد. الان که من یک حل شونده ای رو در داخل حلال خودم حل کردم، یک سری نیروهای جدیدی در داخل محلول من وجود داره. بین ذرات حلال و ذرات حل شونده یک جاذبه شکل گرفته، یک جاذبه وجود داره. خب حالا من باید به این جاذبه هم غلبه بکنم تا بخوام اینو به جوش برسونم، در نتیجه دمای جوش یه مقدار افزایش پیدا میکنه. حالا چقدر زیاد میشه بستگی داره که من چقدر حل کردم. همینطور با همین استدلال دمای انجمادم میاد پایین تر. دمای انجمادم که قبلا سرد میکردم اینو بالاخره نزدیک هم میشدن، فرم جامد میگرفتن، حالا باید به نیروهای بین حل شونده و حلالم هم غلبه بکنم تا بخوان اینا کنار هم قرار بگیرن، فرم جامد رو بخوان داشته باشن. پس من باید دما رو بیشتر بیارم پایین، کمتر و کمترش بکنم تا این اتفاق بخواد بیفته. پس این جمله من جمله درستیه. حالا بیاین میگه در اثر یه سری سوال حل بکنیم با هم. در اثر انحلال مس سولفات در آب چه تعداد از موارد زیر کاهش مییابد؟ قراره بگین چه تعدادی کم میشه، چه تعدادی کم میشه. آیا چگالی کم میشه؟ نه، چگالی زیاد میشه. من وقتی یه چیزی رو دارم تو آب حل میکنم، همیشه چگالی محلول دمای انجماد کم میشه، دمای جوش زیاد میشه، رسانه‌ای الکتریکی زیاد میشه، تبخیر سطحی کم میشه یا زیاد میشه. با توجه به دیدی که بهتون دادم و استدلالی که براتون آوردم و شما متوجه شدید یه سری نیروهایی بین حل شونده و حلال وجود داره، بگید که به نظرتون تبخیر سطحی کم میشه یا زیاد میشه. باریکالله. باریکالله. ببینید، به خاطر اینکه باز یه سری نیروهایی بین حلال و حل شونده در روی سطح از نوع جاذبه وجود داره، قبلا وقتی که حلال بود این نیروها وجود نداشت، الان که محلول شده یه سری حل شونده های اومده لابلای حلال، این نیروه شکل گرفته، یعنی این حلاله یه سری حل شونده های هم اطراف خودش داره که این حل شونده ها رو نگر داشتن، بین هم یک جاذبه ای دارن.
خب پس در نتیجه چه اتفاقی میفته؟ باری کلا کم میشه تبخیر سطحی هم، دمای انجماد کم میشه با تبخیر سطحی. آها اینو میخوام حل بکنیم. در اثر حل کردن 1,000,000 واحد از کدام ماده در 100 سیسی آب، محلولی با مقاومت الکتریکی کمتر به دست میآید. مقاومت الکتریکی کمتر یعنی رسانایی بیشتر، مقاومت الکتریکی عکس رسانایی. خب من باید برم ببینم ناکم 1,000,000 واحد یعنی چی. اینجا نکتهش اینه ها، این CuSO4 میشه Cu دوباره مثبت، SO4 دوباره منفی. من 1,000,000 واحد از این ماده در آب حل بکنم، تبدیل به 2,000,000 ذره میشه ها. تفاوت بین ترکیبات یونی و ترکیبات مولکولی در اینه. اگه من 1,000,000 واحد 1,000,000 مولکول شکر در آب حل میکردم، تعداد ذرات هر شونده همون 1,000,000 بود، یه سری مولکولن. موقعی که من دارم ترکیب یونی در آب حل میکنم، واحد های حل شونده من دیگه میشن تعداد یون هام، یعنی هر چه تعداد یون داشته باشم. 1,000,000 واحد مثل سولفات حل کردم، این چند تا یون داره؟ دو تا، پس میشه 2 ضرب در 10 به توان 6، میشه 2,000,000 دیگه. همین 2 ضرب در 10 به توان 6 من میگه اینو. خب منیزیم سولفید Mg دوباره مثبت دارم، S دوباره منفی دارم، این میشه MgS. بازم نها کنید این دو تا یون ها، پس این هم میشه 2 ضرب در 10 به توان 6. سودیوم نیتریت Na مثبت دارم، N 3 بار منفی دارم، این چی میشه؟ میشه Na3N. این 4 تا یون داره ها، این 4 ضرب در 10 به توان 6. آمونیوم دی کرومات NH4 2 Cr2 O7. توی اون جدول ترکیبات یونی چند اتمی، یونی چند اتمی، دیکرومات Cr2O7 دوباره مثبت، NH4 مثبت دوباره منفی، این هم NH4 دوباره مثبته. این چند تا یون داره؟ یه یونش اینه، دو تا یونش اینه، 3 تا یون داره، میشه 3 ضرب در 10 به توان 6. پس بیشترین رسانایی یا کمترین مقاومت الکتریکی این سدیم نیترید من داره. اب بین ترکیبات یونی زیر، دمای ذوب کدوم از بقیه بیشتره؟ دمای ذوب کدوم از بقیه بیشتره؟ من باید به چی دقت کنم؟ بار الکتریکی زیاد و اندازه کم، یعنی کوچولوتر بخواد باشه. خب بار الکتریکی زیاد که بین این دوتا میریم، یعنی اینا بارهای الکتریکی بیشتری دارن، چون او دوباره منفیه، این هم او دوباره منفیه، برای بار الکتریکی بیشتر این دوتا کار مثبت داره، این دوتا Na مثبت داره. حالا باید ببینم کدوم کوچولوتره، شعاع کمتری داره، کدوم شعاع کمتری داره؟ بین Na2A و K2O. شعاع Na کوچیکتر از شعاع K دیگه، پس این کوچولوتره و در نتیجه جواب میشه Na2O. خب 9:31 است، تا اینجا با هم دیگه کار خیلی خوب جلو رفتیم، خیلی راضیم ازتون. صحیح غلط بودن های این جمله ها رو به عنوان تمرین توی پنلتون واسه من بفرستین، من چک کنم. ادامه‌شو شروع کنید حل کردن و جواب دادن. حالا باز توی جلسه بعدی با هم دیگه در موردشون شروع می‌کنیم صحبت کردن و گپ زدن که حالا کدوم، ولی خیلی سریع‌تر شما خودتون یک دو جزوه رو نگاه بکنید، صحیح غلط‌های
ما بقیش رو هم شروع کنید حل کردن. یه چیزی هم هست برای بچه‌هایی که موازنه کردن بلد نیستن، در رابطه با اینکه چطوری من میتونم موازنه کنم، اینجا یک مطلب آموزشی واسه شما قرار داده شده. و ببینید اینو چطوری میتونیم حسابی خسته نباشید. من خیلی تشکر میکنم از عزیزان در کلاس اینو که اجازه دادن زمان کلاس ما بیشتر هم باشه. آه بچه ها میگن معما رو چیا بود؟ چی بود اسم چیزش؟ این کلمه هاش آقا با الف به تهله میم و ویه یک کلمه معنادار باید بسازید. ببینم میتونید بسازید یا نه. این معما بود که کلی از این معماها بود که آقای زیارتی واقعا طراحی کرده بودن ما داشتیم حل میکنم. آقا حسابی خسته نباشید، کلاس فوق‌العاده‌ای بود، خیلی نکته‌های زیادی رو با هم یاد گرفتیم. آماده باشید یه سری سوال از این مباحث با هم دیگه قراره در داخل پنلتون قرار بگیره. تا روز چهارشنبه روی تو پنلتون قرار میگیره، سوالات رو هم حل کنید، ادامه جزوه رو هم بخونید. خب تا به خاطر اینکه تا آخرش هم نرسیدیم، باز من براتون یک سری مطلب هایی رو مینویسم که اونا رو هم باید مورد مطالعه قرار بگیرید. معما رو گفتم دیگه هلیا، ابتل موی با این یک کلمه نه موبایلت نمیشه ابوالفضل. خب بچه ها خسته نباشین، تا جلسه بعدی TNT خدا حافظ.